باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنی را کی به اسلامش دعوت می کرد و به ترک اعتقاد جبرش دعوت می کرد و دراز شدن مناظره از طرفین کی ماده اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی کی او را پروای آن نماند و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. کافر جبری جواب آغاز کرد که از آن حیران شد آن منطق مرد، لیک گرمن آن جوابات و سؤال جمله را گویم بمانم زین مقال. زان مهمتر گفتنی ها هستمان که بدان فهم تو بهیابد نشان. اندکی گفتیم زان بحث ای اطل زندکی پیدا بود قانون کل. همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر. گر فرو ماندی ز دفع خصم خیش مذهب ایشان بر افتادی ز پیش. چون بروشوشان نبودی در جواب پس رمیدندی از آن راه تباب. چون که مغزی و دوام آن روش می دهدشان از دلایل پرورش. تا نگردد ملزم از اشکال خصم تا بود محجوب از اقبال خصم. تا که این 72 ملت مدام در جهان ماند الى یوم القیام. چون جهان ظلمت است و غیب این از برای سایه می باید زمین. تا قیامت ماند این 72 کم نیاید مبتدع را گفتگو. عزت مخزن بود اندر بها که برو بسیار باشد قفلها. عزت مقصد بود ای ممتحن پیش پیش راه و عقبه و راه زن. عزت کعبه بود وان نادیه رهزنی اعراب و طول بادیه. هر روش هر ره که آن محمود نیست عقبه ای و مانعی و رهزنی است. این روش خصم و حقود آن شده تا مقلد در دو ره حیران شده. صدق هر دو زد بیند در روش هر فریقی در ره خود خوش منش. گر جوابش نیست می بندد ستیز بر همان دم تا به روز رستخیز. که مهان ما بدانند این جواب گرچه از ما شد نهان وجه ثواب. پوزبند وسوسه عشق است و بس ورنه کی وسواس را بسته از کس. عاشقی شو شاهدی خوبی به جو سید مرغابی همی کن جو به جو. کی بری زان آب کان آبت برد کی کنی زان فهم فهمت را خورد. غیر این معقول ها یابی اندر عشق با فر و بها. غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب سماست. که بدین عقل آوری ارزاق را زان دگر مفرش کنی اطباق را. چون ببازی عقل در عشق صمد عشر امثالت دهد یا 700. آن زنان چون عقلها در باختند بر رواق عشق یوسف تاختند. عقلشان یک دم ستد ساقی عمر سیر گشتن از خرد باقی مرد. اصل صد یوسف جمال زوجلال ای کم از زن شو فدای آن جمال. عشق برد بحث را ای جان و بس
کوز گفتگو شود فریاد رس. حیرتی آید ز عشق آن نوت را، زهره نبود که کند او ماجرا، که بترسد گر جوابی وادهد، گوهری از لنج او بیرون فتد. لب ببندد سخت او از خیر و شر، تا نباید که از دهان افتد گوهر. همچنانه گفت آن یار رسول، چون نبی برخامدی بر ما فصول. آن رسول مجتبا وقت نثار، خواستی از ما حضور و صد وقار. آنچنان که بر سرت مرغی بود، که از فواتش جان تو لرزان شود. پس نیاری هیچ جنبیدن ز جا، تا نگیرد مرغ خوب تو هوا. دم نیاری زد ببندی سرفه را، تا نباید که بپرد آن هما. ورکست شیرین بگوید یا ترش، بر لب انگشتی نهی یعنی خموش. حیرت آن مرغ است خاموشت کند، بعد برنهد سردیگ و پرجوشت کند.